صبری مکوی آرام وسی آرام وسی آدم خانسای تشریف راولی تشریف راولی آدم خام آدم خام شکر میکنی آدم خان چرا نا وقت آمده کنه میفهمی که ما پروشتاری ما درد میکنه ما تا چی وقت اینجا بشینیم مذرت خوارم جناب مذرت خوارم ولا خودت نفهمی که میسوی روز بسیارم سرکه و خیابانه شنوز میباشه ما به میخاطر کم نا وقت آمدیم خوش ما شروع میکدیم دیگه مطلی ما بری چمان دیم آرام خیر ما در بشتر زندگی خود یک بار سخندانی کدیم او هم چیشی خواره بوده دو امی دیگه من نشوار بدانیم است من نمیتانیم خودت بوگه گن چیش خودی نه دیگه چیشی خواره یه چیش دپاره یه گن چیمیه گفتی دیگه مردم منتظری ما منده خود ما شروع میکنیم ولا ما یک نپر یک جایت ندیدیم یک دوسه کار میکنه کار میکنه بله کار میکنه شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستان من رؤسای محترم و مردم گرامی خانم ها خانم ها کنست آقایان امروز با افتخار و غرور این میدان بزرگ و زیبا میدان شطور را افتتاح میکنیم این میدان نمادی از ثروت قدرت گنج و تجارت است شطور این حیوان بزرگ ورزشمند همیشه در تاریخ ما نقش بس زای داشته و خواهد داشت آرام خان زنده باد دیره مننه تشکر میکنیم دوستان من شطور تنها یک حیوان نیست بلکه نمادی است از مقاومت پایداری و تلاش ما معتقدیم که بدون شطور هرگز نمیتوانستیم بر افغانستان تسلط پیدا کنیم شطور همواره همراه ما بوده و به ما قدرت داده تا بر تمام مشکلات و موانع پیروز شویم زنده باد شطور یادارد ما تشکری کنیم از شهروال کابل که میدان بزرگ ساخته این میدان برای ما یادآور این است که با کمک شطور ما توانستیم همه موانع را پشت سر بگذاریم و به این جایگاه برسیم این میدان محلی برای جشنها و گرد همایی های ما نیز خواهد بود اما این تمام ماجرا نیست این محل گرد همایی ما برای اجرای عدالت نیز خواهد بود زنده باد عدالت زنده باد عدالت هر کسی که در مقابل حکومت ما قلم و قدم بزند در همین میدان و در ملای عام بدار آویخته می شود و یا سنگسار می شود و یا با کبل به پشت شان زده می شود اینجا جایی است که دشمنان ما می فهمد که ما چقدر قوی و مصمم هستیم و این قوی بودن و قدرت را ما از هیچ حیوانی نگرفته ایم بجز شطور زنده باد شطور زنده باد شطور همچنین از همه شما می خواهم که شطور را مقدس بشمارید و احترام خاصی به او قائل شوید شطور نمادی عزت و شرافت ماست حتی اگر شطور وارد کشتزار و مزرعه شما شد و کشتوکار شما را خراب کرد هرگز به او به احترامی نکنید و بگذارید تا شکم سیر علف بخورند زیرا ما معتقدیم که این شطور است که به ملت افغانستان عزت و سربلندی داده است و از این به بعد احتمال این بسیار زیاد است که شما در شهرها با گله یا شطورها روبرو شوین و شطورها گله گله و دسته دسته و رمه رمه وارد شهر شوند فکرتان باشه که به این حیوان به احترامی نکنید نه تنها به احترامی نکنید بلکه احترام باید قائل شوید دقیقا مثل هندوها که به گاو احترام قائل می شوند آرام خان زنده باد بله دوستان اندوالان و برادران شطور این حیوان بزرگ که در عربی دارای صد نام می باشد و به پشتو به او هوش می گویند همیشه با ما بوده و خواهد بود و ما را به سوی آینده روشن و پر از موفقیت هدایت خواهد کرد بیایید همگی با هم برای تقدیس شطور بکشیم و او را مقدس بشماریم ما بیشتر از این مصدی او خود شما نمیشوم و حالا از مولوی صاحب های پینان که اینجاست و عمر گرانبهایشان را به شطوربانی گذاشته است شعری را در وصف شطور این حیوان بزرگ برای شما بخانیش میگیرد تشکر میکنیم بفرمایید مولوی صاحب ایپنان بسم الله الرحمن الرحیم مولوی ایپنان یما دا اوش پاره یو شعر ولولما شطور جان ای حیوان باشی کوه و خاص در دشت و صحرا همیشه توی رئیس و باس تو نماد ثروت و قدرت و گنج و شوکت
ما تدار ما عزت شرافت و عظمت اسکلنی سهر تا غروب یافتاب تو در سارا می چرخی با وقار و بیتاب آدم خان می گوید با فخر و ناز ما شطور است که ما شدیم سرفراز هر جا که شطور باشد آنجا افتخار است حتی اگر الفارا بخورد باز کار است کشاورز بیچاره نالان از دست تو اما احترام کند چون حرف آدم خان است شطور نماد ملت شطور نماد غرور با توست که ما داریم این همه سرور اگر کسی قلم و قدم زند بر ضد ما در میدان شطور بدار آویخته شود با صدا شطور ای حیوان با عزت و با احترام تو همیشه با ما باش در هر مقام و هر مرام این شعر شوخی نیست حقیقت است عزت شطور ما را عزت است اردم خان زنده باد اردم خان زنده باد زنده باد شطور زنده باد شطور ای مسلمانان خدای دپاره چیکار میکنی چیکار میکنی